دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید. آقای الطافی، مهمترین چالش های پیش روی دولت شهباز شریف در بعد داخلی و خارجی چه چیزهایی میتواند باشد؟ با عرض سلام و وقت بخیر، به نظر ما مهمترین چالش های دولت پیشروی آقای شهباز شریف را میتوان داخلی مسائل اقتصادی مانند تورم و بیکاری، مبارزه با فساد، اصلاحات سیاسی و اجتماعی برشمرد. در حوزه داخلی با این مباحث آقای، اما در بعد خارجی چالش هایی بحث روابط با کشورهای همسایه هست، مثلا تعامل پاکستان به صورت جدیتر با طالبان هم بحثی جدی هست و از چالش های جدی در حوزه خارجی به حساب می آید. همچنان تعامل پاکستان با امریکا، با که کانگره امریکا با پاکستان یک مقدار نگاهی بحران های منطقه، این هم از چالش های کلیدی هست که پاکستان بخود بله. باور است که مشروعیت ندارد، در حالی که بر اساس یک انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده، از بحران هایی است که ممکن امرایش روبرو شود. بله، آیا با توجه به درخواست تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا مبنی بر به رسمیت شناخته نشدن دولت پاکستان، دولت آمریکا و به تبع آن دولت‌های غربی چنین موضع اتخاذ خواهند کرد و مشروعیت دولت پاکستان را زیر سوال خواهند برد؟ بحثی مشروعیت در حقوق بین الملل بیشتر نهایت این که کشورهای به رسمیت میشناسد یا نمیشناسد زیاد، اما این عدم شناسایی یک دولتی که بر اساس انتخابات به قدرت برسه عواقب و نظامی برای کشوری که دچار بحران است به وجود میارد. احتمال این که کمک های نقدینگی که از سوی بانک جهانی و کشورهای حامی پاکستان مطرح شده و جریان دارد ممکنه کم بشه و اینها به تضعیف دولت شریف ممکنه که دولت مثلا جامعه بین المللی، کشورهای غربی به شمول آمریکا و این بله. و این عدم به رسمیت نشناختنش توجیه حقوقی ندارد، توجیه و دست به تحریم بزنه امکان چرخش سیاست خارجی شریف به سمت رقیب ایدئولوژیک و اقتصادی و نظامی امریکا و متحدینش که روسیه هست وجود دارد در بلند مدت و در دستور کار ممکنه قرار بگیره. بسیار متشکرم از شما دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان.